سلام دوستای عزیز، عباس کریمی شناگر موفق و تاریخ ساز افغان مقیم آمریکا برای دومین بار تانست که در مسابقات پارا پان امریکن گیمز مدال کسب بکنه. این بار در شنای 50 متر بترفلای یا پروانه تانست که مدال برونز بگیره. پیش از این دو روز پیش تانسته بود که در شنای 50 متر فریستایل یا آزاد در این رویداد مهم که بزرگترین رویداد ورزشی قاره آمریکا به شمار میره تانست که مدال بگیره. البته مسابقات پارا پان امریکن گیمز بعد از بازی های پارالمپیک جهانی برای ورزشکارای قاره آمریکا بزرگترین رویداد به شمار میره. همین لحظه عباس کریمی را به شکل لایف با خود داریم و میخواهیم که از عباس کریمی بپرسیم که مدال هایی را که گرفته چه احساس داره، با وجود از این که بسیار کم تمرین داشت ولی بازم تانست که از این رویداد کلان مدال داشته باشه. کریمی عزیز، سلام و تبریک باشه. دومین مدال که تانستی از بازی های پارا پان امریکن گیمز به دست بیاری. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما از اولا جان و سلام به کسایی که همین اکنون صدای ما را میشنوند. تشکر و تبریک میگم در مردم افغانستان و خدا را شکر که تانستیم بازم یک سربلندی و افتخار کسب کنم، با وجودی که این مسابقات خیلی در سطح بالایی بود و خیلی پر مجادله بود، ولی خدا را شکر که تانستیم مدال برونزم کسب کنم و یک افتخار آوری بکنم و چه یک شهری مرسبت افغانا را در سطح جهان نمایان بسازم انشاءالله. دقیقا یک موضوعی که شاید برای خیلی از شنوندگان و بینندگان روشن شاید نباشه ای است که بازی های پارا پان امریکن گیمز مثل از ای که بازی های پارالمپیک است، عین شکل بین همه کشورهای قاره آمریکا هر چهار سال یک بار برگزار میشه و از اهمیت بسزا و خاص برخوردار است. مدال که گرفتی چقدر برای خودت حائز اهمیت است و چقدر میتونه که خودت کمک بکنه برای از این که بتونی در آینده نزدیک که بازی های پارالمپیک پاریس هم در حال رسیدن است، خودت بتونی که از بازی های پارالمپیک پاریس هم خودت کمک بکنه که از روی دادم موفق بدر بیایی؟ خب مسابقات بازی قاره آمریکا مثل بازی های آسیایی یا بازی های اروپا به شمار میره و یک از بزرگترین رویدادها است. بعد از بازی پارالمپیک همین بازی قاره آمریکا همین بازی ها خیلی مهم هستند و این مسابقات در سطح خیلی عالی بود و برای من یک چانس و اما فرصت عالی بود که من میتونم یک رکوردای خوبی ثبت کنم و کسب سهمیه بازی پارالمپیک پاریس بکنم. فکر کنم در دیروز در 50 متر پروانه اما تو دما ایمیل آمد که من تانستم که دهی ثبت امو رکوردی رو بزنم که قبول باشه، ولی بازم فقط یک سال بخیر وقت دارم که تمام آمادگی های خود بگیرم، آخرین آمادگی های خود برای بازی پارالمپیک پاریس. و پیش از بازی پارالمپیک پاریس تیم پاراشنای آمریکا یک تیم پارالمپیک ترایل دارن که به معنی از اینکه باید در اونجا مسابقه بیتی، یک مسابقه برگزار میشه که و رکورد هایی رو باید بزنی که قابل قبول فدراسیون یا پارالمپیک ایالات متحده آمریکا باید باشه که اونا باید تایید بکنن، اونا باید انتخاب بکنن، چون اونا رای دهی میکنن و بعد از او انتخاب میکنه که انتخاب شویم در بازی پارالمپیک پاریس و او خیلی یک انتخاب پرمجادله ای است و من انشالله که از هر لحاظ آمادگی خود گرفتم که من بتانم که کسب سهمیه بازی پارالمپیک دیگه سال در ایالت منیسودا که مسابقه برگزار میشه که باید کسب سهمیه بکنم اونجا، بعد از او رای دهی میشه و انتخاب خواهد شدیم انشالله دیگه. توکل به خدا. بسیار عالی. ما خبر شدیم که خودت یک کتاب بسیار فوق‌العاده هم نوشتی با همکاری دوستایی که نویسنده هستن از زندگی خودت که سر تا سر پر از ماجرا و پر از خاطرات خوب و بد و مشکلات و مشقتهای مختلف روحی و روانی و اقتصادی و همه و غیره بوده. اگر در این مورد هم کمک روشنی بندازی که چی وقت بخیر این کتاب در دسترس مردم میتونه قرار بگیره که بی صبرانه همه منتظر هستن تا بیشتر درباره اسطوره شنای معلولین افغانستان بدانن.
خب ما با هم تیمی عباس کریمی تقریبا 2 سال خیلی زحمت کشیدیم تا این کتاب نوشته کنیم و گذاشته ما خیلی زجرآور و خیلی سختی ها و خیلی خیلی دشواری ها قرار گرفتم در طول 10-12 سالی که تنها بودم و با وجودی که خیلی انسان ها بود که در پشت ما بودن و مرا حمایت کردن کمک کردن و در آخر تنها بودم و ما بودم و هدفم اوگوزی بود اوگوزی بکو مسابقه بیتی تا که بیتانم خدا در سطح بین المللی برسانم تا که بیتانم در سطح پارالمپیک برسانم در سطح جهانی و مدال بگیرم در سطح جهانی و این تمام داستان زندگی مرا نشان میده که من هیچ وقت از زندگی دست نکشیدم از هدف خود دست نکشیدم و انشالله که کتاب ما تا چند هفته دیگه به چاپ خواهد رسید و فعلا کتاب ما بخیر فقط در شروعش در خود ایالات متحده آمریکا به چاپ خواهد رسید و بعدا انشالله که استوری ما یا داستان زندگی ما وقتی که پخش شد کم کم باز در سطح جهان خواهد پخش شد و انشالله که بیتانه نمتانای ما هم در گوشه جهان که باشن میتونن یک کتاب خریداری بکنن و بخونن و هدف از این کتاب این بود که خواستم این کتاب نوشته کنم که من در طول 10-12 سالی که تنها بودم و خود در خیلی راه های مختلف راه های پر از خوف و خطر و ریسک و پر مجادله گذاشتم بودم و در گذاشتم هدف مطلب از این کتابی است که از زندگی نباید یک وقت دست بکشیم بخاطر که وقتی که یک هدف واقعا یک معنی در آدم بیته و نتانیم که بدون اون هدف چیزی که میخواییم شویم زندگی نتانیم هیچ وقت نباید دست بکشیم و هیچ وقت نباید از نه بگیم در زندگی و ما چون هدف مشخص بود معین بود اما رای خود ادامه دادم مهم نبود که در ما چقدر سختی ها و کوهای بلند روبروی ما بود اما من همیشه کوهای بلند فتح کردم و تا که تانیستم خود در قله های بلند برسانم که در سطح بین المللی خدا رو شکر تانیستم ارزندان بکنم و مقام های کسب کنم و از بعدم انشالله که بیشتر بیتانم که افتخاراوری کنم در مردم میخواد بسیار خوب 2 مدال که تا به حال گرفتی در مسابقات پارا پان امریکن گیمز به روز جمعه بازم یک مسابقه دیگه داری او در کدام سبک است و چقدر امیدواری وجود داره که 3 مدال را هم بتانی از این بازی های مهم به دست بیاری؟ روز جمعه بخیر انشالله در 5 متر فریستایل مسابقه دارم و این یک سبک جدید است که میخوایم خود امتحان بکنم و انشالله که من زحمت خود میکشم که بتانم یک مقام خوبی بگیرم یک رکورد خوبی ثبت کنم ولی با وجودی که این سبک اصلی من نیست ولی من بازم کوشش میکنم که بازم مدال بگیرم برای هموطنان عزیز خود و افتخار آوری کنم و سربلندی و لبخند مردم خود شم بسیار عالی شما پیشتر گفتین که مدال اولتون در بخش فریستایل بوده اما این فریستایل یک بخش جداگانه است درست؟ بله یک سبک فریستایل یک بخش جداگانه است 50 متر بعدش سبک 50 متر پروانه جداگانه است و در بخش در ورزش اوگوزی میتونید در سبک های مختلف مسابقه بیتی و مدال های بیشتر از یک مدال کسب کنید دقیقا خب شما در بخش های فریستایل یعنی آزاد و همچنان پروانه و بکستروک هم رقابت داشتین درست؟ بله ما در 50 متر کرال پشتم مسابقه داشتم ولی متاسفانه مسابقه را نتونستم که پیروز شوم و رکورد خوبی ثبت نتونستم و نتونستم مقامی بگیرم ولی بعد از او دیگر روزی دیگه که من 50 متر پروانه داشتم تمرکز رو سر از اون بکردم و یک روز جدیدی بود یک روز نوی بود که خدا رو شکر تانیستم که باز یک مدال برونز دیگه بگیرم در 50 متر پروانه عالی حتما در کتاب شما از کسایی که شما را کمک و حمایت کردن یاد شده از کسایی که در افغانستان خودت باعث شد که خودت تبدیل به یک ورزشکار شنا شوی میتونی که نام بگیری که کیها بودن خانواده بودن دوستانت بودن یا ای که اساتید شنا بود کیا بودن مهمترین نقش در زندگی من اولی که پدر مادریم که همیشه میخواستم در اونا سربلندی و افتخار همیشه انگیزه من بخصوص پدرم خداوند بیامرزه که من میخواستم در اون ثابت کنم که معلول بودن من باعث پسرفتی یا موفقیت من نمیتونه شود من میتونم که حتی بدون دستم موفق شوم مثلا افتخار بیارم سربلندی بیارم و بعد از او بعد از پدر و مادرم برادرم که آقای محمدی کریمی که
حوزه ساخت و حوزه لاجورد و بعد از او امکانات فراهم ساخت و کمک کرد که من از افغانستان بیرون شوم و همیشه در پشت من بود و پالوی از او مربی من استاد قاسم امیدی که از هیچ تلاش و کوششی که بالای من کرده دریغ نکرده و همیشه زحمت کشیده که و این چند نفری که من گفتم نقشای خیلی مهمی داشته بعد از اینکه من از افغانستان بیرون شدم همیشه انگیزه داده و در پشت من بوده و بعدا که من در ترکیه بودم و در دولت ترکیه بعد از او که من را حمایت کردم در طول 4 سال و مربی های من که تقریبا یک 20 مربی داشتم در طول 4 سال در ترکیه و 4 شهرهای مختلف که من زندگی کردم و همون 15 مدال که گرفتم و بعد از او وقتی که امریکا بیایم اسپانسر و همون قدر امریکایی که من را قدر امریکایی کتاب میکنم که آقای مایک بود که خدا بیامرزه او اسپانسر شد و مرا از ترکیه اسپانسر کرد تا که من بتوانم امریکا بیایم و بعد از او مربی من فعلا که آقای مارتی است و اینا کسایی بودن که البته در پشت من خیلی انسان های زیاد بوده و بخصوص محمدان های عزیز من که میلیون ها انسان در پشت من بوده افغان های عزیز من همیشه میخواستم که یک افتخار و سربلندی در مردم خود بیارم و این آدم هایی بودن که همیشه در پشت من بودن و همیشه در پشت من هستن و من همیشه سپاسگزاری میکنم از کسایی که در پشت من بودن واقعا تشکری میکنم و یک تشکری خاص میکنم از مردم افغانستان که همیشه انگیزه من و انرژی من از اون مردم میاد. من همیشه هر کاری که من انجام میتونم، هر افتخار، هر مدالی که من بگیرم، مهم نیست که من دکه نام کدام کشوری میگیرم، اما مهمی است که من همیشه چهره مثبت یک افغان در سطح جهان نمایان میسازم که ما میتونیم که در سطح جهان ارزندان بکنیم، گردن دراز کنیم، سینه سپر کنیم و مقام بگیریم و بغیر از او همیشه خواستیم که ما خواستم این بوده که جهانی ها بفهمه که ما افغان ها همیشه خوش، ما هم خوش داریم که قهرمان شیم، ما هم خوش داریم که کارهای مثبت انجام بدیم و جهان در جای مثبت‌تر تبدیل بکنیم. عالی، بسیار پیام خوب و فوق‌العاده بود قهرمان عزیز. به هر حال تشکر از اینکه وقت دادین و بازم تبریک باشه با امید کسب مدال‌های بیشتر برای خودت و همچنان سربلندی بیشتر مردم افغانستان در هر میدان و در هر گوشه و کنار این جهان پهناور که هست، که خودت هم همیشه برای سربلندی مردم افغانستان تلاش کردی که ما هم رسالت خود می‌دانیم که دستاوردهای شما عزیزان را که اسطوره های ما هستین به شکل درست و به وقت و زمانش پوشش بدیم. تشکر از اینکه وقت دادی قهرمان. بخیر باشی، تشکر از شما زیبولا جان. بخیر باشین، خداحافظ شما. خب دوستای عزیز، مصاحبه داشتم با عباس کریمی، شناگر که واقعا میتونیم بگوییم که اسطوره شنای معلولین افغانستان است. در حتی در سطح جهان تانسته که چندین و چند بار مدال کسب بکنه و فعلا در آمریکا زندگی میکنه و در مسابقات پارا پان امریکن گیمز که هر 4 سال یک بار برگزار میشه تا به حال تانسته 2 مدال بگیره، که واقعا مردم افغانستان باید به خود افتخار بکنه که چون این فرزند خلف و فرزند برومند را تقدیم به جامعه کردن. و از همه عزیزان که کریمی عزیز را حمایت کردن، تلاش کردن که عباس کریمی به یک جای برسه، ما هم تشکر میکنم که هیچگاه امید و امو آرزوهایش نماند که فروکش بکنه و تبدیل به یک اسطوره شده که فعلا در سراسر جهان از او به عنوان یک ابرستاره ورزش معلولین یاد میشه. خوش آرام باشین دوستا، تشکر از اینکه برنامه را دیدین. برای ای که بتانین بیشتر برنامه ها را دنبال بکنین، مخصوصا در رابطه با ورزش افغانستان، میشه که چینل را سبسکرایب بکنین و در صفحات مجازی با ما باشین. خدا نگهدار شما، موفقیت های بیشتر نصیب تک تک شما عزیزان.